در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، جاکومتی تلنگری به پاریس زد که کاملا با اگزیستانسیالیست ها و مدرنیست ها فعال شد. جاکومتی در تلاش از تصویر تازه‌ای برای عصر جدیدی بیابد که در مواجهه با جامعه استراب زده و نگران با آن دست و پنجه نرم می‌کند و همچنین مجسمه‌هایش نمایانگر واکنش جامعه به خودش در پسا جنگ جهانی است. جاکومتی خود را دهه‌ها پیش از جنگ جهانی دوم به عنوان یک تصویرساز با استعداد ثابت کرده بود. او در ابتدا در فضای کوبیسم مشغول بود و به مرور به سورئالیسم گروید. او پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ واژگان بصری جدیدی ساخت که به ارتباط میان فیگور و فضا تمرکز می‌کرد. لاپلاس یا مکان اولین مجسمه چند فیگوری جاکومتی است. 5 فیگور در مجسمه حضور دارد. 4 مرد و 1 زن. 4 مرد در حال حرکت و فعالیتند، اما زن به صورتی غایب و غیر فعال است. این گنگی و ابهام در مجسمه هنگامی که در برابر آن می ایستید بسیار موفق عمل می کند. از زوایای مختلف به فیگورها نگاه می کنید تا تلاش کنید از چهرهشان بخوانید آنها چرا در این میدان شهر هستند. و هیچ جوابی وجود ندارد. جاکومتی مدام به آن فضا برمیگردد برای حساسیتش روی ارتباط اجتماعی و انزوا هر دو، چرا که در اتمسفر فضای شهری هم شما احساسی مشابه احساس این فیگورها در عدم ارتباط دارید. لاپلاس این چنین ظهور میکند، مردی قدم زنان که جنبه بسیار مهمی از کل کار را تشکیل میدهد و همچنین یک زن برهنه ایستاده که یکی دیگر از نقش‌مایه‌های مهم جاکومتی است که ما را به یاد زن ونیزی میاندازد. لاپلاس به راستی تجلی بلوغ و منحصر به فرد بودن هنر جاکومتی است. زن ونیزی برای دو نمایشگاه از جمله بینال ونیز در 1955 ساخته شد. او مجموعه‌ای از زنان برهنه را با گچ در اندازه‌های مختلف ساخت که در هر دو نمایشگاه توجه بسیاری را جلب کرد. بعضی از این فیگورهای برهنه اندازه و شکل طبیعی و بعضی بسیار انتزاعی بودند که این اتفاق ظرافت و جزئیات خاصی را باعث می‌شود. لاپلاس و زن ونیزی هر دو از طریق پیر ماتیس دیده شدند. وی در سال 1948 نمایشگاهی از آثار جاکومتی برگزار می کند که اولین نمایشگاه انفرادی جاکومتی بعد از 15 سال محسوب می شود. دو اثر دیگر از جاکومتی به صورت مستقیم از بنیاد پیر ماتیس به فروش رفت که از میراث بنیاد پیر ماتیس و همسرش بوده است که آثار استثنایی هستند. آنت یکی از مهمترین مدل‌های جاکومتی بوده است. همسر جاکومتی بوده، یک رابطه بسیار نزدیک و پرآشوبی داشتند. این مجسمه وقتی خلق شد که جاکومتی سعی می‌کند عشقش را به آنت بازگرداند. یک سال قبل از ساختن این مجسمه به خصوص جاکومتی با کارولین آشنا شده بود که مدل و بعد معشوقش بود. یک سال بعد به آنت برمیگردد و این مجموعه از مجسمه‌های طبیعت‌گرایانه، واقع‌گرایانه و بسیار تأثیرگذار را از آنت می‌سازد. که به نظر می آید آنت از عمق آنها به مخاطب خیره می شود. نمونه دیگری که جاکومتی در آن به دنبال خلق پورتری آنت نیست، بلکه به دنبال تقلیل دادن فیگور او به شکل منرستی و رفتارگرایانه فیگور است، البته بسیار نزدیک به مجموعه کوچکش است، اما کمی طبیعی تر در چهره و با کمی جزئیات بیشتر. می توانیم ببینیم که از آنت تأثیر بسیاری گرفته است. در این نقاشی در 1950 جاکومتی استدیوی نقاشیش را به تصویر می‌کشد. این نقاشی به دلیل حس حرکت و فضای انتزاعی اطراف مجسمه و تمرکز به خصوصی که او روی این مجسمه گذاشته ویژه است. وقتی که این اثر را با مجسمه مقایسه می‌کنید، شباهت‌هایی در ایجاد سطح و بافت در نقاشی و مجسمه‌های جاکومتی می‌یابید. جاکومتی به عنوان مجسمه ساز شناخته شده است، اما کارهای رنگ روغن او نیز به راستی از زیبایی منحصر به فردی که مجسمه هایش دارای آن هستند برخوردارند.